قربان پرنسر من ایالات متحده آمریکا در حداقل تحت زعامت دموکرات‌ها و آقای بایدن خودش رو در یک موقعیت خاصی قرار داده که هم خدا رو میخواد هم خرما رو، و این واقعا امکان پذیر نیست، به خصوص با توجه به گزارشی که همکارتون از وزارت خارجه و مسائل سازمان ملل مطرح فرمودن. ببینید، وقتی که یک کشوری، من خیلی خوب یادم میاد وقتی که عملیات داشت انجام میشد در شهر جنین، ما حتی خبر شنیدیم که مثلا تلفاتی تا حدود 25,000 نفر مثلا اتفاق افتاده. بعد وقتی خود سازمان ملل تحقیق کرد، مشخص شد که 3,000 نفر کشته و زخمی اتفاق افتاده، که از این 3,000 نفر چیزی حدود 1,700 نفرشون سرباز و جنگجوی ضد اسرائیل بودن. من به عنوان کسی که با اسرائیلی های دوسته، مثلا همکار من آقای پروفسور موشه بهار در دانشگاه منچستر، همسرشون برای سازمان بتسلم کار میکردن تا سالها و هنوزم با بتسلم که یه سازمان حقوق بشر یهودی هست فعالیت میکنن برای حقوق فلسطینی ها. من از زبان اونها نقل میکنم، اونها معتقدن که در حق فلسطینی ها ستم های بسیار بد و شنیعی صورت گرفته، به خصوص دادگاه های نظامی اسرائیلی و شیوهی که این دادگاه های نظامی بچه های فلسطین رو محکوم کردن. ولی وقتی که ارتش اسرائیل وارد یک جایی مثل غزه میشه و حماس حتی حاضر نیست که بیاد با دلاوری و شهادت خواهی بر اساس الگوی خودشون صحبت میکنه، اما بیاد بیرون به جنگ، اتفاقی که افتاده این هستش که اسرائیلی ها چه وارد مداخله بشن منفورند، چه وارد مداخله نشن منفورند. و ایالات متحده امریکا اگر میخواست واقعا در این مورد حرکتی بکنه، ایالات متحده آمریکا میتونست یک نیروی در واقع پاسدار صلح بین المللی رو در قسمت همون منطقه رفح قرار بده که تمام این کسانی که فلسطینی هستن در اون منطقه قرار بگیرن و حقشون برای بازگشت هم محفوظ باشه و این رو تضمین بکنه علی رغم مخالفت‌های دولت اسرائیل که اینها برمیگردن. دولت ایالات متحده آمریکا حتی برای فلسطینی حاضر نیستش اونقدر سرمایه گذاری بکنه. و بعد وقتی که مثلا میبینیم که دولت اسرائیل رو محکوم میکنن که چرا از بمب‌های غیر هوشمند عادی و متعارف استفاده میکنه علیه فلسطینی ها، شما فکر میکنید این بمب‌ها از کجا اومده؟ اینها بمب‌هایی هست که ایالات متحده آمریکا میگه ما خودمون دیگه ازشون استفاده نمیکنیم، اینها رو داده به اسرائیلی ها. خب اسرائیلی ها هم باید برخورد بکنن با حماس. به نظر من نمیخوام اسرائیل و نیروهای دفاعی اسرائیل رو به خصوص با توجه به فاجعه کشته شدن اون سه تا گروگان مبرری بکنم، ولی من دادگاه نظامی اسرائیل نیستم، هرچند که به هر حال یه زمانی حقوق خوندم و از تکنیک این قضیه آگاهی دارم. ولی به نظر من یکی از بزرگترین مقصرین مسائلی که در علاوه بر حماس در غزه داره اتفاق میفته، بله، دولت آقای بایدن و ایالات متحده هستند.